سیومین روز آبان ماه برابر با 21 نوامبر سال 1073 خورشیدی برابر با 1694 میلادی، زادروز فرانسوا ماری اروه، معروف به ولتر، شاعر، نویسنده و فیلسوف فرانسوی که در پاریس به دنیا آمد و در محیطی تحصیلاتش را ادامه داد که آزادی اندیشه تا قعر لذات جسمانی مجاز شمرده می شد. با این حال وی ذوق ادبی خود را در سرودن هجویاتی علیه برخی مقامات حکومت به کار گرفت و به همین علت به زندان افتاد. هرچند ولتر پس از 11 ماه زندان بر اثر کوشش دوستانش آزاد شد، ولی در استحکام و مقاومت روحی وی خللی ایجاد نگردید و همچنان به کار خود ادامه داد و در نتیجه برای بار دوم نیز به زندان افتاد. اما این بار آزادی وی از زندان به تبعید او از فرانسه انجامید. در نتیجه ولتر راهی انگلستان شد. او سالها در انگلستان اقامت گزید و پس از مطالعه و آشنایی با برخی متفکران آن سامان در گوشه‌ای به انتشار آثار خود پرداخت. ولتر در آثار خود انسان را به تأمل، تردید و سنجش می‌کشانید. خرافات و موهومات را خار می‌شمرد و واعظان یاوه‌گو و طرفداران احکام شرعی را به باد انتقاد می‌گرفت. او ظلم و قساوت و تبعیض را رذیلت می‌دانست و حکومت جور و اجحاف را منشأ فساد اخلاقی. ولتر با زبردستی و ظرافت تمام توانست ضرورت تغییرات بنیادی در قوانین جامعه را به اثبات برساند و این یکی از عوامل بنیادی در سنگ بنای حقوق شهروندی دنیای امروز شد. سال 1318 خورشیدی برابر با 1939 میلادی، در گذشت عبدالحسین فرمان فرما، ملقب به نصرت الدوله، سالار لشکر و فرمان فرما، برادرزاده محمد شاه قاجار و پسر عموی ناصرالدین شاه، سیاستمدار دوران قاجار و پهلوی که در تهران به دنیا آمد و پس از با پایان دروس دارالفنون به خدمت نظام درآمد. وی در مقام نظام ترقی نموده، در سفر ناصرالدین شاه به اروپا ریاست گارد حفاظت از شاه را بر عهده گرفت و پس از بازگشت از اروپا به لقب فرمان فرما به حکمرانی کرمان و بلوچستان منصوب شد. فرمان فرما از آن پس بارها در مقامهای گوناگون جابجا شد تا اینکه در دولتی کوتاه مدت صدارت یافت، ولی پس از کودتای اسفند 1299 در زمره رجالی بود که به بند و زنجیر گرفتار آمد و در تمام دوران حکومت سماحه سید ضیاءالدین طباطبایی در زندان به سر برد. فرمان فرما علی‌رغم نزدیکی به رضا شاه در دوران حکومت پهلوی اول به هیچ پست دولتی منصوب نشد، اما به عنوان رجل سیاسی که 40 سال فعالیت داشته مطرح بود. سال 1370 خورشیدی برابر با 1991 میلادی، انتخاب پتروس قالی به عنوان ششمین دبیر کل سازمان ملل متحد. وی که در یک خانواده مسیحی در قاهره به دنیا آمد، پس از پایان تحصیلاتش به تدریس در دانشگاه علوم سیاسی قاهره مشغول شد. سپس عضو دفتر سیاسی حزب حاکم مصر شد و ریاست مرکز مطالعات سیاسی و استراتژیک و روزنامه پرتیراژ الاهرام این کشور را بر عهده گرفت. قالی محرک و مشوق انور سادات در انعقاد پیمان کمپ دیوید و به رسمیت شناختن دولت اسرائیل بود.